سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه با یک گزارش دیگه هفته یک در خدمتتون هستم و امیدوارم که با ارائه این گزارش ها بتونیم به تصمیم گیری حالا ایژوکیتد یا تصمیم گیری که بر اساس اطلاعات بیشتری انجام میشه به همه کمک کنیم مخصوصا افرادی که شاید این سیکل اول قیمتیشون باشه و این ندانستن و نداشتن دید چند بودی به بازار باعث استرسشون بشه خب اگر دقت کنیم توی چند حالا مخصوصا تو ماه اخیر بیشتر تحلیل یا اون گزارش هایی که ارائه شد صحبت از این میکرد که طرف دیمند یا تقاضا در بازار حالا با اینکه داشت ضعیف میشد ولی وجود داره وجود داشت داشتیم اینو دنبال میکردیم و از گزارش قبلی و مخصوصاً مخصوصا در این گزارش میخوام بیام توضیح بدیم که با اینکه دیمند در بازار هست چرا اون دیمند مخصوصا از طرف ETF ای ها این فضا رو ایجاد نکرد این تکانه رو در قیمت ایجاد نکرد که به قیمت بالایی حالا اون آلتایم های جدیدی که ثبت کرد 74000 دلار قیمت رشدش رو ادامه بده میخوایم به این بررسی کنیم تو این گزارش در ادامه گزارش قبل میخوایم صحبت کنیم که یک تعادلی به وجود اومده یعنی با اینکه تقاضا هنوز تکانه مثبت و قابل قبولی داره حالا منظور تکانه تکانه ورود سرمایه تکانه در سود بودن تکانه اون حالت یوفوریا یا حالا بوران را اگر بخوام اسمش بذاریم اون تکانه هنوز در بازار وجود داره ولی تعادلی بیجاد ایجاد شده بین این تقاضا و فشار فروش که اجازه نداد این ادامه پیدا کنه در کنار کشنکری که توی گزارش قبل بهش اشاره کردیم بریم در مورد این اکولیبریوم یا این تعادل صحبت بیشتری بکنیم اول چیزی که میخوایم صحبت کنیم حالا در مورد که چرا تعادل وجود داره اول این چیزی که با ما میتونیم بهش اشاره کنیم اینه که چه تعداد از کوین هایی که در بازار هستن هنوز در سودن چیزی بوده 87 درصد از توکن حالا بیت کوین هایی که توی سرکولیشن هستن در سود هستن یعنی قیمتشون امروز بیشتر از قیمتی است که آخرین بار جاوجا شدن اصطلاح قیمت خریدشون پس نشون میده که هنوز بازار یک سوده نسبتا زیادی داره اگر مقایسه با حالت بازار خرسی که بودن 50 یا زیر 50 درصد هست نگاه کنیم یعنی جایی که نیم یا کمتر از نیمی از کوین ها سود هستن فاصله زیادی داریم 87 درصد و حالا به خطی چشمه بخوایم بررسی کنیم یه جایی مثل اینجای بازار مثل اینجای بازار یا شاید هم 2019 یا تو اون کرکشن های سال 2016 2017 یه چنین شر... شرایطی داریم تجربه میکنیم مسلما اگر ریزش بازار ادامه پیدا کنه ما از اون شرایط فاصله میگیریم و شاید در همین ریزش یا شاید هم سال بعد زمان رو نمیخوایم پیش بینی کنیم ولی از لحاظ تعادل منها... بین کوین های در سود و کوین های در ضرر هنوز وزنه کوین های در سود میچربه و این در مقایسه با چرخ قبل نشون دادیم با چه نقاطی دقیقا برابری میکنه از لحاظ این میار از نظر اون چیزی که الان بررسی کردیم تعداد کوین های در سوده حالا میخوایم صحبت کنیم که این در سود بودنه اصطلاحا چقدر شدت داره یعنی اگر که 87 درصد کوین ها در سود هستن به صورت میانگین چند درصد سود, سود در هر کوین نهفته است اینجوری فرض کنیم که مثلا ما تعداد افراد قد بلند رو میخوایم بررسی کنیم همه اونا که بالای یک متر هستن رو بیایم قد بلند حالا مثلا فرض کنیم بعد مثلا تو دو تا کشور مساوی هفتاد درصد افراد بالای یک متر پس افراد قد بلند هفتاد درصد اون در جامعه رو تشکیل میدن حالا میخوایم ببینیم که آقا تو این جوامه که حالا هفتاد درصدش قد بلند هستن چقدر قد بلندن میدونین چند برابر یک متر هستن یک مترن میانگینن یک و مترن دو مترن میدونید چی میگم اینجا در واقع اینتنسیتی پرافیت رو بررسی میکنه توی میار قبل دامیننس یا گستردگی سوددهی اینجا میخوام میام شدت سوددهی رو بررسی کنیم که میار MVRV میاری هست بین میانگین خرید کل بازار و بخش میانگین بین قیمت امروز میانگ... همه کوین ها که میشه قیمت توی صرافی به قیمت میانگین کوین ها در واقع اون نسبت میاد بررسی میکنه که اگر نگاه کنیم به عدد دو ممیز 18 میرسیم که اگر که بخوایم نگاه کنیم به این معنا هست که قیمت امروز حدودا یک ممیز هیجده 18 یا 118 درصد از میانگین خرید بازار بالاتره یعنی به صورت میانگین اون 87 درصد کوینی که از کل کوین ها در سود بودن اگه بخوام میانگین در نظر بگیریم چیز بوده 120 118 تا 120 درصد در این کوین ها سود نهفته است و این عدد قابل توجهیه پس اون سودده بودن سودده بودن در بازار وجود داره شدتش قابل قبوله چون حدود 118 درصد نسبت به میانگین خریدشون ما بالاتر هست هنوز قیمت و اگر به میانگین سالانه نگاه کنیم قبلا در مورد تکانه صحبت کردیم چجور تکانه تکانن میشه اندازگیری کنیم میبینیم که میانگین حالا اون اون MVRV یا اون حباب قیمتی یا اون سود نهفته وسط میانگین در هر کوین بالای میانگین سالانه است و میانگین سالانه هم هنوز سعودیه اگه دقت کنیم زمانی که این به شدت ریزش کنه بین به زیر میانگین یک ساله اونجا جایی هست که عملا نشون داده چی تکانه این حباب مثبت قیمتی یا تکانه این سود میانگین در هر کوین به شدت منفی شده و ریزه شده هنوز ما بالا میانگین سالانه هستیم و میزان سود نفته در هر کوین حدودا 100 خورده 118 در... درصد است که تقریبا عدد قابل توجهیه و در این چند تا نمودار نشون دادیم که اون طرف تقاضا اون طرف حالا اون گرم بودن بازاره هنوز وجود داره ولی خب حالا در ادامه میریم نشون میدیم که این گرم بودن یا این طرف تقاضا با اینکه مثبت بوده و نشان خوب بوده از بعد از هفته و چهار اونقدر قوی نبوده که بیشتر از فشار فروش بخواد در واقع درابین فورس ایجاد کنه در بازار برای ادامه قیمتی پس تا اینجا سود رو نشون دادیم برای که میتونم یکم بیشتر این گرم بودن یا این حالا هنوز در بازار گاوی نسبتا بودن رو بیایم بررسی کنیم اومدیم چیکار کردیم یه سری بند یا حالا پرایس بند روی قیمت گذاشتیم اینا چی معنی چیه اون خط نارنجی رنگ در واقع جایی هست که حالا اگر فرض کنیم میانه یا معمول عدد معمول رو بزنیم خط قیمتی هست که زمانی که قیمت روش قرار میگیره در واقع نشون میده که از لحاظ حباب قیمتی در حالت معمولی بازار هستیم دقت کنید اینجا معمولی یا مین ولیو من سعی میکنم کمی ساده ساده سازی کنم قسمت مین یا معمولی بازار هستیم وقتی به خط نارنجی رنگ یعنی از این خط زرد رنگ به نارنجی رنگ و قرمز رنگ نزدیک میشیم خط نارنجی رنگ و قرمز رنگ در واقع نیم هفت استاندارد دیویشن از این حالت معمولی فاصله داره حالا فارسی چی میشه یعنی نیم معمولی ولی ببخشید یعنی یعنی به صورت نیم معمولی بازار گمتر شده قرمز یعنی یک برابر حالت معمولی در واقع بازار گرم شده یا اوورهیت شده اندازه حباب افزایش پیدا کرده بالای خط قرمز که یعنی دیگه خیلی غیر معمولی شده از لحاظ دید گاوی خط سبز رنگ نشون میده که نیم معمولی بازار سرد شده و خط بنفش رنگ خط آبی رنگ که پایین اینجا هست در واقع یعنی یک برابر معمولی بازار سرد شده فراتر از اون خط آبی رنگ که یعنی نشون میده که دیگه بازار بیش از حد دیگه کول cool داون شده اصطلاحاً تقاضا درش مرده همچنین نگاه کنیم بنده رو بیام نگاه بکنیم میبینیم که حالا اون دو بند بالاش که معمولا توی بازار گاوی ما درش چه مدت گیر میکنیم و بعد از اون بالاتر میریم میبینیم که تو اون بند بالاتر که حدودا بین قیمت 67000 67, تا هزار دلار بوده ما مدت زیادی رو گذروندیم و تو چرخ های قرم نگاه کنیم میبینیم که ما خیلی فاصله زیادی رو در اینجا نمیگذروندیم به محضی که وارد میشدیم بازار تکانه هنوز مثبت و بالای اون حرکت میکرده تو اصلا میکنیم به محضی که وارد این بازه به, هم به همون شدت سریع که وارد این بازه میشده به شریعا دوباره به حالت غیر معمولی برمیگشت اینجا که خط آبی رنگ نشون دادیم جایی هست که قیمت از اون حالت غیر معمولی یا وان استاندارد یا خط قرمز رنگ بیشتر بوده یعنی دیگه شدیدا بازار تکانه داشته همیشه که میبینید تو این چرخه خیلی مدت زمان کمی رو ما در اون حالت اوورهیتد گذروندیم ولی از اون طرف به معنی که ریزش پیدا کنیم از حالت ستا استاندارد دیویشن بالای نیم یا هفت استاندارد دیویشن ما هنوز قیمت مونده در واقع دقیقا همون چیزی که توضیح دادم در حالت اوریتد هستیم یعنی بیش از نیمی از استاندارد دیویشن از حالت طبیعی فاصله داریم هیتت هست بازار ولی توانایی که ادامه بده رو ندار از اون طرفم تو این بازه گیر کرده یه جوری یه حالتی هست که شاید تو چرخ‌های قبل تو بازار گاوی این مدل رو ندیده بودیم اینقدر تعادل مدت زمان طولانی از تعادل بین فشار خرید و در واقع فشار فروشی که در بازار وجود داره این در واقع تعیین میکنه که هر به صورت نقطه به نقطه ما نمیتونیم بیایم در واقع سایکل ها رو بیایم مقایسه کنیم چون ذات بازار داره عوض میشه این ETF ها کاملا اومدن شرایط عوض کردن ولی از اون طرف به صورت تاریخی میتونیم اندازه بگیریم حالت غیر عادی حالتش نسبتا عادی و از اون طرف حالت که کولدن cool شده به صورت غیر عادی یا نسبتا حالا طبیعی میزان کولدن cool و بازار یا سرد شدن طرف تقاضا اینا رو میتونیم اندازه گیری کنیم به تاریخی ولی که حالا چقدر در هر بازه بمونه این دیگه بسته به ذات یا شرایط اون چرخه داره ولی در شرط الان مادامی که التی کم پایینتر از 67000 دلار در این چند دو روز بعد از اینکه تحلیل نوشته شد ریزش کرد ولی خب حالا اگر که بین هزار دلار و 80000 دلار باشه در واقع در اون بازی قرار گرفته که یک تعادلی با وجود اینکه تکانه مثبت تقاضا در بازار هست ولی اونقدر شدید نیست که بتونه این قیمت رو بالای واند دیویشن از حالت طبیعی ببره و اصطلاح بهش بگیم بازار وارد حالت اوورهیتد و حالا چه میدونم اسم مختلف یوفوریا براش به میبرن ما اون مدت رو خیلی مدت زمان کوتاهی در این بازار در واقع تجربه کردیم بریم حالا از یه دیگه نگاه کنیم ببینیم که اوکی اگر الان اصطلاحا درایوینگ فورس یا اون بایاس بازار در جهت تقاضای بیشتر در در جهت اینکه تقاضا بیشتر از در فشار فروش باشه مدت زیادی در این نتونسته تجربه کنیم اندازه کنیم چند مدت چه تا چه برهی در چرخهای قبل این حالت رو تجربه کردیم برای که بخوایم این کار رو بکنیم اومدیم قیمت رو با آل های قبلی یعنی تو هر روز من میخواستم که آه های چقدره آیا از آل های اخیر خودمون قیمت تونسته بالاتر بره یا نه اینجا ما جای سبز رنگ رو نشون داده جایی که قیمت میتونسته این تکانه رو داشته باشه که از میانگین قبلی بالاتر بره مدت زمان طولانی ما میتونستیم این آل های جدید رو در واقع کنیم جایی که قرمز هست جایی است که به شدت این روند به حالت تعادلی وارد میشه یعنی که داره ریزش میکنه قیمت نتونست آلتایم های جدید بزنه ولی هنوز مدت زمان زیادی وارد اون حالت تعلیق نشده و این اگر این خط قرمز به حد طولانی ادام پیدا کنه در واقع چی میشه به حالت بیرنگ میرسیم که دیگه عملا نشان دهنده که دیگه ضعف در بازار زیاد بوده تا اینکه دوباره قیمت برگرده و دوباره بره نزدیک بشه به آلتم های جدید زدن تو دو مثلا توی چرخه قبل این نشونه رو ما دیدیم که شبیه 2018 بود و عملا اینجا به بعد ای قیمت نشون میده که تکانه زیادی نداره ولی بازم به لطف حالا بازار فیوچرز تونست بره آلتیم جدید بزنه ولی کلا اگر این پهنای نوارهای سبز رو در نظر بگیریم یا مدت زمانی قیمت تکانش اینقدر قوی بوده که تونسته آلتیم های جدید رو سب کنه میبینید که تو این چرخه مدت زمان بسیار کوتاهی بوده و از اون بعد از اون شدیداً به صورت زیادی ما وارد فاز حالا قرمز رنگ جایی که در واقع ما داریم اون چیز رو میبینیم اون کاهش قیمتی یا حالا تعلیق قیمتی ببینیم ولی هنوز انقدر بلند مدت نبوده که وارد فاز بشیم که دیگه عملا از ثبت آل تایم های جدید فاصله چند ماهه پیدا کنیم چند ماه تا چند ساله پیدا کنیم هنوز در اون شرط هست از اون طرف دیگه این معیار نارنجی رنگ اگه بخوایم بررسی بکنیم اینجا نشون میده شدت خروج سود چقدر بوده خب مسلما وقتی که داره قیمت آل تایم های جدید میزنه افراد زیادی تشویق میشن بیشتر و بیشتر و بیشتر به خروج سود از بازار و این روند افزایش پیدا میکنه همونجور که میبینیم زمانی که این جا ثبت شده بود داشتیم آلتیم جدید میزنیم به شدت یک پیک در واقع خروج سود رو ما اینجا داشتیم تجربه میکردیم که الان داریم کاهش این شدت از شروع خروج رو میبینیم به خاطر که قیمت ساید شده و اصطلاح میتونیم بگیم با اینکه حالت تعلیق قیمتی وجود داره ولی هنوز در کنارش با که تعلق داره در کنارش این حالت و شدت خروج سود هم کاهش بده کرده که این نشونه مثبت یعنی نشون میده اون معیارهایی که اجازه نمیدادن در واقع فشار خرید قیمت رو بالاتر ببره داره اون از حالت مکسیموم یا بیشینه خودش در چند ماه اخیر به سمت عدد کمتر نزدیک میشه که اگه به اینا رو در کنار رو هم بذاریم در واقع داریم یه چیزی شبیه اینجا در واقع آلتام بعد از آلتام ها یک حالا اونجا ریزش شدید اتفاق افتاد ولی ببینید که ریزش شدید اتفاق ولی خب اون کولدن cool داره اتفاق میفته اون در واقع کاهش فشار فروش داره کار میکنه شاید نزدیک ترین چیزی که میتونیم برش مثال بزنیم اگر بورنال ادامه پیدا کنه در واقع اون کرکشن هست که در سال 2016 2017 دیدیم ولی بازم خیلی بحث داری که چقدر طول می‌کشه اگه دقت کنیم با داره زمانی که قیمت حالت ساید به ادامه پیدا می‌کنه یعنی این تعادل بین فشار خرید و فشار فروش وجود داره داره خیلی بلند مدت میشه و این یه جوری خودش خطرناکه با اینکه هنوز به حالت منفی خودش نرسیده ولی هر چقدر طولانی تر باشه ریسک یا ریسک خ... حالا اگزاس شدن طرف خرید یا اعتماد طرف تقاضا به ادامه روند قیمتی کمتر و کمتر میشه خب بیایم بررسی کنیم ببینیم که اون کول cool شدن یا شدت خروج سود در معیار دیگه هم میتونیم اینو ببینیم این معیار میزان تراکنش های شبکه رو داره مانوش نشون میانگیر حفظش که که میبینیم در اوج خودش به حدود 13.8 بیلیون دلار رسیده بود در روز ولی الان برگشته به چیزی کمتر از یا حدود 6 میلیون دلار و این خودششون داده دوباره این نشون میده که با اینکه تقاضا هنوز ب هنوز نگاه کنید از میان این زیر چهار بیلیون دلار بازه بازار خرسی بوده با اینکه از اون هنوز فاصله زیادی داره این در واقع میانگین تراکنش های دلاری روزانه با اینکه فاصله داره از این ولی هنوز برنگشته به اون روند مثبت خودش و نشون دهنده همون بلا تکلیفیه که بله والیوم هنوز زیاده در بازار ولی اونقدر شدید نیست اونقدر بازار گرم نیست که بخواد آلترمای جدید بزنه و این ادامه پیدا کردن این روند که از طرفی یعنی هم میتونیم هنوز امیدوار باشیم که این بازار گاوی در واقع ادامه پیدا کنه این در واقع یه حالت تعلق تعلیق و همون اکولیبریوم یا تعادلی که داریم بهش اشاره میکنیم از او طرف حجم معاملات اسپات هم دقیقا داره این کل cool شدن رو نشون میده هنوز با اون حالت بیس بازار خرسی که زیر 3 بیلیون دلار هست فاصله داره اما نباید مدت زمان طولانی این ریزش یا این حالت ساید به ادامه پیدا کنه در غیر صورت دوباره ما وارد باز خ... بازه خرسی خواهیم شد و این تعادل مسلما تعادلی نیست که بتونه مدت زیاده بخواد ادامه پیدا کنه مگر که یک چیزی چه میدونم مثلا این تاثیر تی در, ایج در بر روی ساپلای دیمند یا طرف تقاضا و فروش کاملا این ساختار رو عوض کنه و ما شاید یک رفتار فرا سایکلی باشیم یعنی سایکل کوتاهتر یا بلندتر بشه و اون تفکر سایکل چند ساله دیگه در واقع از بین بره تا الان با توجه به گذشته چیز داریم میبینیم شبیه این که یک کورکشنی که در بوران هست یک بازه که در بوران تعادل ایجاد میشه بین طرف خرید و طرف فروش داریم اون رو تجربه میکنیم در نمش بریم نگاه کنیم ببینیم که اوکی حالا اگر که این کولم شده یا داره تعادل رو میبینه از لحاظ صرافی ها از دید صرافی چه اتفاقی داره میفته اگه دقت کنید همونجور که تو گزارش قبلی هم بهش اشاره کردیم این حالا میزان خط آبی رنگ در واقع میزان ورود کوین های بلند مدت افرادی هست که در سود محض هستن همزمان از شروع تایید خبر ایتیف اینا شروع کردن دارایشون رو بیشتر و بیشتر فرستادن به بازار این خط قرمز رنگ در واقع میزان کوین هایی که متعلق به شورت ام را هستن افرادی که با دید کوتاه مدت در واقع وارد بازار شدن اونا دارن نشون میده که به تاریخ امروز چیز حدود حالا روز دو روز قبل در واقع گزارش شده چیز حدود 17 هزار تا بیت کوین در واقع به این باز قرمز رنگ به این افراد بولم کوتاه مدت که تو اوج خودش تون تو جایی که حالا 74 هزار دلار در واقع قیمت تغییر سال میکرد این عدد به 74 هزار تا رسید یعنی اینقدر بازار برای اسپیکولیترها کسایی که با دید کوتاه مدت دارن شاید خیلی سخت باشه اسم اینوستر بلند مدت یا اینوست گذار روشون گذاشت، اون افراد بوده 74 هزار تا بیت کوین داشتن وارد میکردن که الان اون عدد کاهش بده کرده به حدودن به 17 هزار تا رسیده لانگ ترم که الان هزار تا دارن وارد میکنن همون در اوج خودش هم در واقع تعداد کوین زیادی وارد نمیکنن فقط نکته اینجاست که میزان سودی که این کوین ها دارن استخراج میکنن مثلا مثلا 5 6 برابره میزان سودی است که این افراد بودید کوتاه مدت وارد میکنن چون این افراد بولا مدت مثلا چرخ های قبل و قیمت ها بسیار پایین تری خریدن به همین دلیل درسته حجم کوین های بودید بولا مدت ام... کمتره در تقریبا تمام تاریخچه بیت کوین ولی اثرشون روی قیمت خیلی شدیدتر از اینا چون اینا سود زیادی بود از زمان اخیر وارد بازار شدن سود 3 چهار برابری خارج نمیکنن معمولا چون خیلی نزدیک به قیمت امروز قیمت خریدشون ولی افراد بالا مدت سود زیادی خارج میکنن و شاید اهمیت این میزان کوین خیلی بیشتر از این باشه ما بیشتر اینجا میخواستیم نشون بدیم که کوتاه مدت ها داره میزان حجم ورودشون به صرافی ها کمتر میشه نشون دهنده اینه که اوکی بازار داره حالت از اون حالت یوفوریا و حالا حالت اوورهیتد خودش فاصله میگه از اون طرف ولی هنوز مقدارش قابل توجه یعنی 17000 تا اگر ببین با بیر مارکت حساب کنیم هنوز بیشتر از اون مقدار یا مثلا 2019 مقایسه کنی حالا ارزشش چه نشون داده ولی فکر کنم حدود 10000 یا 9000 تا بیت کوین باشه با اون فاصله داره بیایم ببینیم که همچنین گفتم این آلتا این لانگ ترم هولدر اهمیت داره ببینیم چقدر در واقع از این اه... کوینی که داره وارد میشه وارد صرفه تا اینجا چقدر بوده تا اینجا بودن 5 فکر می کنم عددش بالای 52 میلیون بودن 5 فکر می کنم میلیون بیت کوین به صورت کیومولتیو یعنی از اول فکر می از کی بوده کیومولتیو فکر می کنم تاریخش اولش نمی ولی میزان کوین هایی که وارد صرافی ها شدن فکر می کنم از اول این بوران هست بودن از چه تاریخی این کیومولتیو شده باید اینو نگاه کنم ببینم چند کنم ولی حالا این چیزی که اهمیت داره این رشد این خط رنگ میزان رشد کوین که همش که می‌بینیم در یک برهای بیشتر از حدوداً 7 دهم درصد است اینجا حالا بودن 6 دهم درصد است کوینی که داشته وارد صرافی ها می‌شده متعلق به لانگ ترم هولدر بوده یعنی این که اینجا زده شده این یعنی پیکا رو بررسی می‌کنیم می‌بینیم که نسبتی بخوایم نگاه کنیم حدوداً بالاتر از 7 دهم درصد این از کوین ها 76 صد 76 درصد مربوط به لانگ ترم را بوده که اگر الان به امروز نگاه کنیم بوده 6000 درصد شدت ورود کوین توسط این لانگ ترم یعنی هم اومدیم در هم خط آبی رنگ رو اومدیم اینجا به تو درصد در نگاه کردیم به شدت کاهش پیدا کرده اون کسایی که تو همون گزارش قبلش اشاره کردیم عامل اصلی طرف فروش بودن میبینید که اونها الان فشار فروش یعنی یکی از عواملی که ما الان به حالت تعادل رسیدیم که همین استراحت حالا یا سرد شدن میزان فشار فروش این افراد بوده در کنار زنده موندن طرف تقاضا حالا به صورت نسبی ممکنه کمتر از زمان 74000 دلار باشه ولی هنوز تکانه مثبتی داره اون همونجوری که بالا نشون دادیم این طرف تقاضا ولی خوب این طرف مثبت داستان اینه که با اینکه این که ضعیف شده طرف تقاضا از طرف طرف فروش هم داره ضعف درش میبینه که این لانگ ترم هولدرها عامل اصلی این خروج سود هستن این اونا هم در واقع طبیعتا در این حالت سایدوی دست از ولی معمولا توی حالت های در واقع شکست های شدید بعد از آلت های قبلی که عملا شما رو وارد بازار خرسی میکنه این ادامه پیدا میکنه چون لانگتر مولور هنوز اکثرا در سود هستن با اینکه مثلا مثل چاینا بن که روی ماین را بود که بازار ریزش کرد به سمت سی هزار دلار از 6000 خورده هزار دلار اینا همینجور داشتن میفتن چرا چون میگن خرج بودن ده هزار دلار بود یعنی با اینکه بیشتر افراد دارن براد زرمشن ولی اینا این لاکترون هنوز در سود بودن اینجا با اینکه هنوز در سود هستن سود شدید دارن دیگه بعد از اینکه وارد ساید وی شدیم میبینیم که این فشار فروششون داره در واقع کولدن کنه در واقع از عواملی که اجازه نداد بیشتر ریزش بده کنه همین دستکشن اینا از فروش بوده ولی واقعا نمیدونیم تا که مثلا ممکنه خبر ماکرو بیاد اینا به فروش ادامه بدن شدید کنن یا نه ممکنه هم نه بازار تکانه نسبت داشته باشه و اینا اعتماد داشته باشن به روند و این کمک کنه به ادامه درواقع رشد قیمتی تا الان امروز توی یک ماه اخیر نگاه کنیم اینا دست از فشار فروش برداشتن اگر با زمان هزار دلار مقایسه کنیم و این خودش در واقع کمک کرده به این ایجاد تعادل از طرف دیگه میزان سود در واقع تعداد کوین هایی که در سود هستن بتونیم در زر هستن رو بیام نگاه کنیم در نقطه اوج خودش ما بالای هزار تا کوین در سود داشته وارد بازار میشده یعنی موقع 74000 تا بوده کوین های در زر نگاه کن بودن 20000 تا بوده الان میبینی که این دو تا بازم حالت ریزش بده کردن و میبینی که حالا چه افرادی که از ترس دارن در زر خارج میشن چه افرادی که دارن سودشون رو خارج میکنن میبینی این هر دو تا اصطلاحاً شده و این خودش به تعادل دوباره کمک میکنه جایی که یکی از اینا شدیدن در واقع فاصله بده کنه از یکی مثلا مثل اینجا اگر تو دکونه که دست دستن شدیدن افزایش بده کنن این خودش نشاندنده چیه؟ نشاندنده که اوکی بازار داره دیگه وارد حالت اگزاست میشه مثل اینجا مثل اینجا مثل 2019 از اون طرف جایی که افرادی که در ضرر کوین وارد میکنن شاید ان ارزش بده کنن در اونشون میگه دیگه بازار داره اون آخر واکنش های خودشو تسلیم خودشو داره انجام میده و کول داون شدنش به حالت ساید بیس دقیقا ما اینجا همین داره میبینیم توی حالت این حالت 74000 دلار این کول cool داون شدن اینجا دو تا هم کسی که از ترس هم کسی که از از سر سود یا خروج سود در بازار وارد صرافی میکنن کوین رو هر دوشون دارن در وارد همزمان هیچکدومشون بیشه از اون یکی نگرفته الان که شدید باشه اگر مثلا کسایی که در سود وارد میکردن سودشون خارج که هنوز ادامه میدادن به اون فروششون بازار ممکن رو بازم ریزش بیشتری رو تجربه کنه ولی الان جفتشون کاهش بده کردن و دوباره این یکی از عواملی هست که بازار وارد حالت تعادلی شده اون صحبت که میکردم که هنوز تکانه تکانه تقاضا وجود داره هنوز بازار اون حالت سوددهی خودش داره اینجا داریم میبینیم که الان هر کوینی که داره وارد صرافی میشه به صورت میانگین حدودا 5000 دلار داره سود خارج میکنه هر کوینی که داره در ضرر وارد بازار میشه حدود 700 دلار داره میانگین ضرر کنه درک اینا میانگینه ممکنه که الان کوین داره وارد میکنه که 30000 دلار سود درش باشه ممکنه یک کوینی هم داره وارد بازار میشه که 74000 دلار خریده و الان حدودا داره نزدیک به 74 چار... حالا فکر 63 دیدیم داره حدودا 9000 دلار ضرر ولی به صورت میانگین به کوین نگاه کنیم هنوز چیز حدود هفت و نیم برابر اون میزان ضرر داره سود به ازای هر کوین در کوین هایی که وارد صرافی میشن داره سود استخراج میشه و این خودششون دنده که اون تکانه هنوز وجود داره و بودن 14 تار درصد تاریخ بیت کوین ما در شرایط بهتری بودیم پس نشون میده ما از لحاظ سود ده بودن بازار برای اینوستور ها یا حالا کلا افراد فعال در شبکه هنوز در جای مثبتی هستیم ولی این شرایط خیلی پایدار نخواهد بود اگر تقاضا به بازار بر نگرده که داریم میبینیم توی چرخ قبل مثلا اونجا چاینا بند که روی حالا نمی‌دونیم مستقیما به خاطر بود ولی تاثیر روان روی بازار گذاشت ما بیشتر داریم به تاریخی به اون شرایط اشاره کنیم که افراد به خاطر بیارن می‌بینین که اونجا می‌بینین میزان ضررهایی که از هر کوین داشته اختصار میشه بالای 4000 دلار رسید یعنی افراد شروع کردن ضررشون رو در واقع نقد کردن اینجا الان میبینم اون عدد هنوز عدد قابل توجهی نیست گرچه که اگر ادامه پیدا کنه این دوباره همینجور رشد بده میکنه و سود به ازای هر کنی که وارد صرافی هم میشه اونم کاهش پیدا میکنه و ما وارد ممکن وارد بازار خرسه بشیم ولی شواهد نشون میده که ما هنوز مدت زیادی این سوپر سود پر کوین رو هنوز تجربه نکردیم و در واقع جوری به نظر میرسه که هنوز شانس بازار ادامه بازار گاوی بیشتر از در واقع وارد شدن به بازار خرسی است از اون طرف یه دوباره تاکید میکنیم که داریم در واقع اینا عوامل این تا اینجا داریم میشه داریم هی طرف مثبت طرف منفی که ببینیم اوییدنس یا از عباد متفاوت فشار خرید و فروش از در هر دو طرف ما داریم نشوناش رو هم فشار فروش هم فشار خرید و هر دو هم داره در واقع ضعیف و تر میشه و این به تعادل کمک کرده مثلا الان میخوایم به یک نکته که طرف فشار فروش هست اشاره کنیم باید به معیار سی یا اختلاف فشار خرید و فروش از دید تیکرها حالا فارسی چی میشه فرض کنید مثلا ما یک بازار طلا فروش داریم مثل طلا فروش داریم تلا که تو مغازه هستن در واقع میکر هستن یعنی هم آماده خرید هستن و هم آماده فروش اونا میکر هستن تیکرها هم مشتری ها که وارد بازار میشن میخوان تلاشون رو بخرن یا بفروشن اونا هم ولی ما اونا میرن اوردر رو پیک میکنن اونا میرن انتخاب میکنن که چه توش قیمتی خرید کنن چه قیمتی بفروشن این معیار میاد در واقع نشون میده چی میاد نشون میده کسایی که امروز رفتن وارد بازار شدن که تلاشون رو فروختن بخش کسی که خریدن طلا رو مثلا فکر یه میلیارد تومن افراد وارد یک بازار طلا شدن بازار ت... بازار طلا شدن یک میلیارد تومن طلا خریدن همون افراد یه تعدادی در کنار اونا 500 میلیون طلا رفتن فروختن اگر این یک میلیارد منهای 500 میلیون کنیم اینجا 500 میلیون تومن بازار بایاس داشته در واقع در طول امروز به سمت در واقع چی خریدارها تیکرهایی که وارد بازار شدن و الان نگاه میکنیم میبینیم که از تو او نقطه اوج خودش این بایاست اون شدت خرید تیکر به حدود 143 میلیون دلار رسیده بود تو بازار اسپات الان داریم داره چیکار میکنیم طرف منفیش رو میبینیم یعنی در واقع چی تو بازار اسپات داریم ضعف رو از طرف این تیکرها میبینیم از اون طرف بازم هنوز حالت سایدوی داریم دلیلش اینه که اون ضعفی داریم میبینیم از اون طرف مثلا همونجور که دیدین نشانه مثبت هنوز در بازار وجود داره و این تعادله تا اینجا تونسته حفظ بشه ولی میگم ادامه پیدا کردن این شرایط در واقع نکته مثبت نیست تنها نکته مثبتی که توی این نمودار داریم میبینیم که این بایاس منفی داره همینجور کم و کم میشه ولی بازم این تابع اتفاقات مکرو است اگر یه خبر بد بیاد یا هر چیز دوباره این یه پیک منفی ممکنه بزنه اما مدت‌های زیادی مثلا مثل چرخ های قبل چیکار کنیم در حالت منفی قرار بگیریم همچنین که توی گزارش قبلا نشون دادیم یکی از عواملی که این به تعادله کمک کرده همون کشنکری بوده که فشار خرید توی بازار مثلا وجود داشته از اون طرف توی بازار فیوچرز ما داریم فروش رو میبینیم در واقع معاملات شورت رو میبینیم از طرف تیکرها داره انجام میشه و این خودش دوباره به تعادل در بازو کنم که اینجا اگه بخوام اینو توضیح بدم این ویدیو خیلی طولانی میشه تشویق میکنم که ویدیو هفته قبل رو ببینیم که توضیح دادم که این کشنکری معنیش چی است حالا میبینیم همونجور که حالا اگر همونجور که تو نمودار تو ویدیو قبل اشاره کردیم این سعود در واقع بازار فیوچرز مخصوصا به خاطر اوپن او او اینترست در واقع سی ام ای داشته زیاد میشده که در واقع باز شدن کشنکریشو میده از اون 74000 دلار میبینید که این در یک بازه خاص بودن 10 میلیارد دلار تا 8 میلیارد دلار گیر کرده و نشون میده که بله در اون رشد قیمتی به 74000 دلار این معاملات کشنکری باز شدن باز شدن ولی الان دوباره حتی همون افرادی هم که در واقع بانی این حالا نو معاملات هستن که در واقع بازار رو وارد بیشتر فاز تعادل می می‌بینی که اونا اضافه نکردن خیلی هم کم نکردن از اون معاملات در واقع کشنکری خودشون و تمام این عواملی که اینجا نشون دادیم وجود تقاضا حالا هرچند ضعیف میزان فشار فروشی که ایجاد شد تا اون قله 74000 دلار و اگزاست کرد این دوتا در کنار هم به تعادل کمک کردن از اون طرف کم شدن در واقع والیوم بازار و میزان سود یا ضرری که تعداد کوین‌های در سود در که بار صرفه میشدن کم شدن اون در واقع به تعادل کمک کرد این معاملات کشنکری به تعادل کمک کرد میبینیم که تمام عواملی که داریم میبینیم اشاره کردیم دارن کمک میکنن به این ساید وی بودن بازار ولی نگران کننده ترین نکته اینه که ادامه دار بودن این در عدم حضور یک درایوینگ فورس مثبت مثل یک خبر خوب مثل در واقع نوید ورود نقدینگی به خاطر حالا کاهش اینترست ریت هر چیزی یعنی گوانزنی زیاد میشه در واقع ولی در عمل وقتی که اتفاق افتاد بعد از اون ما میتونیم بگیم به این رب داشته یعنی هیچکس نمیتونه اطلاع خاص داشته باشه میتونن افراد با یک حالا بایاست خاصی با یک تمایل به یک سمت بیان در واقع یک نظری بدن و بر اساس اون یک اقدامی بکنن بیشترش هم میتونه ادوکیتد باشه و اطلاعات باشه این چیز بدی نیست ولی قاطعیت صد درصدی نمیشه داشت که آیا اون اتفاق مثبت رو خواهد افتاد یا آیا اتفاق منفی که فردا کمک کنه به طرف فشار فروش که قیمت رو هل بده به سمت پایین اینو نمیتونیم بگیم ولی بر اساس اتفاقات گذشته با فرض اینکه ریتم اتفاقات چرخ قبل دوباره پا بر بمونه چیزی شبیه کرکشن های 2016 2017 20, یا در حالت شاید یکم بدترش اون بازه طولانی که بعد 2019 بازار تو تعادل گیر کرد چه چیزی داریم تجربه میکنیم و اگر یک خبر مکرو نگاتیو یا هر چیزی که اصطلاح میگن بازار اسپوک کنه کلماتو به کار می منظور اینه که بیاد به همون طرف فروش انگیزه بده که در سود کمتر یا شاید در ضرر حتی از بازار خارج اگر چنین اتفاقی بیفته هیچ کس نمیتونه قاطعیت بگه که نه ما اصلا وارد بازار خرسی نمیشیم با اینکه هنوز وزنه به سمت بازار گاوی هست ولی نمیتونیم احتمال وارد شدن بازار خرسی 100 درصد رد بکنیم صرفا میتونیم بگیم که هنوز وزنه به سمت تعادل و حالا ادامه بازار گاوی سنگین تره این چیزی است که میتونیم در واقع به صورت نتیجه این گزارش بهش اشاره کنیم در پایان هم میخوام به آخرین اشاره کنم اینه که اون گمانه یکی از چیزایی که باعث به تعادل بازار میل کنه اینه که میبینیم که حجم معاملات فیوچرز یا معاملاتی که افراد بیشتر میتونیم ارتباط بدن به اسپیکولیتر ها اون حجم هم داره کاهش پیدا میکنه و هنوز از اون کف بازار خرسی که بودن زیر 20 میلیون دلار بود فاصله داره بوده 40 میلیون دلاره ولی خونکتر شده بازار اون تمایل به این گمان زنی کم و کمتر شده البته ما نمیتونیم خیلی در مورد معیار صحبت به عنوان مثلا پایانی گذاشتیم که اینه که تاریخچه زیادی نداریم که آیا در همه چرخ اون چرخه دومی که ما با این حجم بازارای فیوچرز به با اون معنا رو داریم به همین دلیل نمیتونیم قضاوت کنیم که آره این هم در واقع تایید کننده حالت تعادل در بازار است ولی از اون در در بشتر کلی میتونیم اشاره کنیم که اون تقاضا برای اسپیکولیت کردن یا حالا میتونیم بگیم اون کسی که فومو میکنن حداقل اونا از بازار خارج شدن ولی هنوز تقاضا برای مثل مخصوصا معاملات کشنکری در واقع خودش نشون دهنده وجود یک دسته خاصی از اینوستر هست هنوز اونها میتونیم تایید کنیم ولی میگم ادامه دار بودن این نشونه مثبت نیست اگر مدت طولانی این کاهش بده کنه ممکنه بازار وارد بازار خرسی بشه به این معنا که بالای 6 ماه به ریزش قیمتی خودش ادامه پیدا کنه امیدوارم که اون حدس ما اون شواهدی که دیدیم که تایید کننده این بود که با وجود تعادل هنوز شانس بازار گاوی هست در واقع اون حدس ما درست عذاب در بیاد ولی خب اگر که سپرایز بشه بشیم و بازارم بزیش بشه مطمئنا تجربه خوبی خواهد بود برای افراد که از شاید شاید این تجربه برای همه افراد خواهد که پیشبینی دقیق شرایط حقیقتا در بلند مدت حداقل برای خود من و فکر میکنم افرو... کسایی که من باشه صحبت میکنم بیشتر غیر ممکن و غیرممکن به نظر خواهد و از اون طرف تصمیم گیری های بلند مدت و مثلا استفاده از دادا برای اینکه واکنش درست نشون بدیم به شرایط حال بازار اون جاش رو توی ذهن ما جاش بزرگتر و بزرگتر میشه در مقابل تلاش کردن برای که ببینیم قیمت اگه بالا میره بخریم سریع بفروشیم یا الان میخواد ریزش کنه بازار رو شورت کنیم اون میاد جاشو میده به تفکر بلند مدت و دید سرمایه گذاری داشتن به این حالا اسد امیدوارم که سوالاتون جواب داده باشم اگر که بازم سوالی مونده بود توی ذهنتون میتونید هم توی توییتر هم توی اینستاگرام سالتون رو بپرسید و امیدوارم که بازار پرسود سر سلامت و دل خوشی داشته باشید موفق و پیروز باشید